به نام خدا. دوستان عزیز سلام، من سعید هستم از کانال هلوتک مارکت و با یک ویدیوی دیگه در خدمت شما هستم. ما تو چند تا ویدیوی قبلی در مورد کلید الکترونیکی به اصطلاح روشن و خاموش صحبت کردیم و گفتیم که چطور میتونید شما یک مداری بسازید که توسط فقط یک کلید هم بتونید عمل روشن شدن و هم عمل خاموش شدن رو انجام بدید و تحلیل اون مدار رو هم کامل گفتیم و دلیلش رو هم گفتیم و البته شرط این که ما بتونیم یه همچین مداری داشته باشیم این هستش که ما از یک ماسفت استفاده بکنیم و در واقع با تحریک گیت ماسفت بتونیم این عمل سویچینگ رو انجام بدیم، چرا که اگه اینجا ترانزیستور معمولی بذاریم این اتفاق نمیفته و دلیلش هم این هستش که این خازنی که اینجا هست و این کلیدی که اینجا هست باعث این میشه که زمانی که این خازن شارژه این انرژی خازن با فشار دادن این کلید وارد گیت میشه، گیت رو تحریک میکنه، درین و سورس ماسفت به هم راه میده و از این طریق رله میاد توی مدار و متصل میشه به زمین و عمل میکنه. دفعه بعد که ما این کلید رو فشار دادیم، خب اتفاقی که میفته این هست، این خازن خالیه. چرا؟ چون درین به سورس راه داده و اگه دقت کنید میبینید که مثبت این خازن از این طریق اومده وصل شده به درین و وقتی که ما این کلید رو فشار میدیم چون این ترانزیستور مثبت هست و زمانی که درین به سورس راه میده خب میبینید که بیس این ترانزیستور مثبت هم از این طریق اومده و از زمین شده و خب میدونید ترانزیستور مثبت زمانی روشن میشه و عمل میکنه که بیسش صفر شده باشه یا در واقع جریان منفی ازش کشیده شده باشه و همین اتفاق باعث میشه که این ترانزیستور هم روشن بشه و ولتاژ رو برسونه به گیت. حالا زمانی که ما این کلید رو فشار میدیم، کاری که انجام میدیم میام این ناحیه رو در واقع یک لحظه زمین میکنیم، چرا که هنوز درین به سورس راه داده و ما ولتاژ این ناحیه رو کامل میام تخلیه میکنیم و این عمل باعث میشه که یک جریان منفی از گیت کشیده بشه و دوباره ماسفت ما خاموش بشه. خاموش شدن ماسفت ما باعث میشه که این سر خازن که مثبت دیگه به زمین وصل نباشه و در واقع دوباره شارژ بشه و دفعه بعد که ما این کلید رو فشار میدیم باز این اتفاق میفته. خب برای اینکه دقیق تر این موضوع رو حس کنیم، من میام یه دونه ولتمتر اینجا میذارم و یه دونه ولتمترم اینجا میذارم. حالا یه مقدار بیاریم بالاتر که نوشتهاش خیلی رو هم نیفته. خب من مدار رو ران میکنم، حالا یه بار مدار رو خاموش روشن کنیم تا ولتاژ درست بشن. ببینید الان که رله خاموشه اینجا ولتاژش صفره، ولتاژ گیت ما الان صفره و این خازنم الان 12 ولت اینجا داریم، یعنی این خازنش فول شارژه. وقتی من این کلید رو فشار میدم ببینید چه اتفاقی میفته، انرژی که توی این خازن ذخیره شده میاد و تخلیه میشه توی گیت و گیت رو روشن میکنه. خب ببینید الان خازن تخلیه شد و شد صفر، حالا اینجا شد 11 ولت. دلیلش هم اینه که باعث شد که این ماسفت عمل کنه، درین به سورس راه بده، خازن از این طریق میاد تخلیه میشه، پایه بیس این ترانزیستور مثبت هم از این طریق منفی میشه و زمین میشه و باعث روشن شدن این ترانزیستور میشه. ولتاژ 12 ولتی که در این ناحیه قرار گرفته میاد روی گیت قرار میگیره. حالا اگر من این دکمه رو فشار بدم چه اتفاقی میفته؟ ببینید این خازن با فشار دادن این کلید میاد ولتاژی که روی این ناحیه هست رو میکشه سمت خودش و شروع به شارژ شدن میکنه. در نتیجه اینجا یک جریان منفی از گیت کشیده میشه و ماسفت خاموش میشه و درین و سورس از هم جدا میشن. ببینید من یه بار دیگه این کلید رو فشار میدم، چون درین و سورس دیگه قطع شدن و هیچ ولتاژی از این ناحیه زمین نمیشه، در نتیجه این پایه مثبت خازن الان به این سمت وصله و زیر این رله هم یک 12 ولت هست. چرا؟ به خاطر اینکه به جایی وصل نیست که بخواد تخلیه بشه و در واقع به زمین راه نداره، بنابراین این ولتاژ میاد از این طریق باعث میشه که این خازن شارژ بشه و تو مرحله بعدی که ما این کلید رو فشار میدیم باز هم اتفاق قبلی میفته. پس دیگه بیشتر از این راجع بهش صحبت نمی کنیم، ولی اگه خواستید این تحلیل رو دوباره ببینید و حتی مدار عملیش رو هم ببینید، لینکش رو این بالا یا 20 ثانیه آخر این ویدیو براتون میذارم که بتونید اون ویدیو رو هم ببینید. اما چرا ما این مدار رو 3 بار تکرار کردیم؟ قصد ما از این مدار این هستش که ما بتونیم مداری داشته باشیم که
سه تا کلید داشته باشیم که حتی اینجوری به شما بگم که ما میتونیم این مدار رو همینجوری تکرار کنیم و این تا مدار پشت سر همدیگه بذاریم. فرض رو بر این بگیرید که یک وسیله داریم که سه تا دور داره مثل پنکه. حالا ما میخوایم با کمک سه تا کلید به این حالت که کلید پشت آن هستش، یعنی فقط یک بار فشارش میدیم و رهاش میکنیم، از این حالتهای سلکتوری که فشارش میدیم میره پایین بعد کلید بعدی رو فشار میدیم قبلیه میاد بالا، به این شکل نیست. در واقع هر کدوم از این کلیدها رو میتونیم به راحتی فشار بدیم و رهاش کنیم. اتفاقی که میفته اینه، ما میتونیم با کمک این مدار اول مرحله اول رو راه اندازی کنیم، یعنی میتونیم این رله رو وصل کنیم به دور اول فن پنکمون و با فشار دادن کلید دوم که مرحله دوم هست، رله دوم میاد تو مدار و میتونه سیم مربوط به دور دوم پنکه رو به برق وصل کنه و اتفاقی که میفته اینه این رله اولی خاموش میشه، یعنی با فشار دادن این کلید مدار رو جوری طراحی کردیم که این رله اول خاموش میشه. حالا اگر بخوایم بریم تو مرحله سوم این کلید سوم هم فشار بدیم، دقیقاً باز رله قبلی خاموش میشه و این رله روشن میشه. دلیلش هم این دیودها هست. ما توی ویدیوی قبلی که راجبش صحبت کرده بودیم و توضیحی که حالا همینجا هم دادیم در مورد این دیود اصلا صحبت نکردیم. این دیود از طریق گیت ببینید وصل شده به آنود این دیود و کاتودش اومده وصل شده به این ناحیه، یعنی زمانی که ما این کلید رو فشار میدیم در واقع اتفاقی که میفته میاد ولتاژی که روی گیت این ماسفت هست از طریق این دیود هم میاد توی این مسیر و همون توضیحاتی که داده بودیم برای خاموش کردن مدار با روشن شدن این مدار برای این مدار میفته. ببینید الان من اینجا این مدار رو روشن میکنم، خب الان رله عمل کرد و ولتاژ اینجا 11 ولته، اینجا خازنش هم صفره. حالا وقتی که من میام این کار رو واسه مدار دوم انجام میدم، مدار دوم علاوه بر اینکه خودش روشن میشه مدار قبلی هم خاموش میکنه، یعنی الان من کافیه این رله این دکمه رو فشار بدم، هم این رله رو نگاه کنید هم این رله رو ببینید تغییر حالت میدن. الان با فشار دادن این کلید این رله روشن شد ولی این رله خاموش شد و حالا هر چقدر من بیام اون حالت قبلی رو فشار بدم هیچ اتفاقی واسه اون دور قبلی نمیفته و دوباره تو مدار قسمت سوم میام چیکار میکنم، باز با فشار دادن این دکمه این رله روشن میشه این رله خاموش میشه و دوباره میتونم برگردم به خونه اول. خب توی این مدار تنها حالتی که نمیتونیم انجام بدیم برگشتن به مرحله قبله، یعنی من اگر بخوام به مرحله قبل برگردم هیچ اتفاقی نمیفته، اما دو مرحله قبلتر رو میتونم انجام بدم، یعنی اگر الان من این کلید رو فشار بدم باز این رله وصل میشه و این رله سوم خاموش میشه. دقت کنید با فشار دادنش این رله روشن شد این رله هم خاموش شد. باز میتونم برم یه مرحله جلوتر، یعنی از استپ 1 به استپ 2 میتونم برم، از استپ 2 به استپ 3 هم میتونم برم، اما نمیتونم یه مرحله برگردم قبلتر، باید دو مرحله برگردم قبلتر. ولی حالا اگر نیاز باشه هر جایی تو هر حالتی مدار رو خاموش کنم، توی همون استپ میتونم مدار رو خاموش کنم، یعنی میتونم با فشار دادن دکمه به اصطلاح استپ 3 کلا مدار رو خاموش کنم. پس به این شکل میشه: دور اول، دور دوم، دور سوم. حالا از همینجا میتونم خاموشش کنم. دور اول میتونم از همینجا خاموشش کنم. دور دوم رو در همین لحظه میتونم روشن کنم. از همینجا میتونم خاموش کنم. دور سوم رو هم میتونم روشن کنم. از همینجا خاموش کنم. اما اگر نیاز باشه به این که مرحله به مرحله جلو برم، کافی هستش که از مرحله اول شروع کنم. مرحله اول روشن، مرحله دوم روشن که مرحله اول رو خودش خاموش میکنه، مرحله سوم هم میتونه روشن شه مرحله دوم رو خاموش کنه. و اصلا در واقع خوبی این مدار به همین شکله که وقتی ما میریم به مرحله بعدی مرحله قبلی اتوماتیک قطع میشه، بنابراین هیچ اتفاقی واسه مدارمون نمیفته، یعنی هیچ وقت امکان نداره که ستاره با هم روشن باشن یا حتی دوتاشون با هم روشن شن. بنابراین ما همیشه فقط یکی از مراحل رو به صورت روشن داریم. بدون میکروکنترولر و یا بدون هیچ آیسی خاصی میتونیم از این مدار استفاده بکنیم. خب یه نکته دیگه هم بگم، اونم اینه که اگر میخواید به جای رله از حالا ترایاک استفاده کنید، باید یه مقدار تغییرات ایجاد کنید. مثلا به جای این
بوبین، باید اینجا سعی کنید حالا یه اپتو ترایاک بذارید و یه ترایاک رو هم راه اندازی کنید که مدار برقتون کامل از بخش دیسیتون ایزوله بشه، که این کار باعث میشه که از قطعاتتون بیشتر محافظت بشه. و ضمن این که حالا اینجا چون خیلی هم جریان بالایی کشیده نمیشه، این ماسفتی که ما اینجا گذاشتیم IRFZ44 خیلی قویه، ما میتونیم یه ماسفت های به اصطلاح ساده تر و نیمه قدرت تری هم اینجا استفاده بکنیم که حالا با یه سرچ ساده میتونیم توی اینترنت یه ماسفت جایگزین این ماسفت پیدا بکنیم. خب امیدوارم که این ویدیو هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. مرسی از لایک ها و کامنت های دلگرم کننده تون. اگه عضو کانال نیستید لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنید، دکمه زنگوله رو فعال کنید تا در صورت انتشار ویدیو جدید براتون نوتیفیکیشن بیاد. مرسی که ما رو تماشا میکنید. برای همتون آرزوی سلامتی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.